بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوک کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه آقا بجنبید چرا نشستید ایران داره ثروت ملی رو مف مف میده به چینیا میبرند. تخفیف چهار و دو دهم میلیارد دلاری ایران به چین معادل یکنین برابر کسری بودجه این خبر رو کی داره میگه اینتراشغال رسانه های اصلاح طلب و رویترزی که چند بار تا حالا ترز رویترز شده آره دروغ میگن مثل بوق میخوایم ببینیم که آیا اینجوریا 4 و میلیارد دلار داریم به چین تخفیف میدیم و این معادله یک کنیم برابر کسی بوجو این داستانا چرا تو سناریوی صادرات نفتی مبتنی بر بازار سازی ایران نه تنها هزینه تخفیف نمیده بلکه حتی میتونه تخفیف و امتیاز بگیره در حالی که سناریوی فروش نفت تو چارچوب برجام دولت قبلی دولت همین اصلاح طلبایی که الان دارن بشکم میزنن و در دور زدن تحریم تا 15 درصد موجب افت ارزش نفت میشده جله نکنید خیلی ساده میخوام بگم همتون بفهمید بزنید تو دهن اونایی که دارن این دروغو میگن میانگین صادرات نفت ایران تو 8 ماه سال جاری میلادی یعنی 2023 معادل 1 و 42 دهم میلیون بشکه در روز بوده یعنی 1 میلیون و بشکه تقریبا حتی تو ماه آگوست رقم فروش نفت ایران به 1 و 800 رسیده تو 20 روز ابتدایی ماه قبلی هم از دو میلیون هم رد شده این تصویر رو ببینید صادرات نفت و میعانات گازی در سال 2023 رو نشون میده نه ماهای میلادی هست اون سفید رنگا نفته اونی که حالت کرم داره میعانات گازیه رکورد زنی صادرات نفت ایران تو دولت سیزدهم این سوال رو تو افکار عمومی ایجاد کرده که تو شرایط تحریم نفت ایران با چه میزان تخفیف به فروش میرسه آیا صادرات نفت ما با میزانی از تخفیف در مقایسه با کارنامه سایر راهبردها در مواجهه با تحریم قابل دفاع یا خیر یعنی چی ما سه تا روش داریم برای فروش نفت و اینکه پولمون رو بگیریم یکی مذاکره و امضای برجامه مثل همون کاری که دولت روحانی کرد برای رفع موقتی تحریم که در ادامه بهتون میگم چه گندی زد یه راه بی اثر کردن تحریم از طریق بازارسازی نفته مثل کاری که ما مثلا تو ونزوئلا کردیم که الان اینم دوباره توضیح میدم و سومی دور زدن تحریم نفتیه یکی مثل بابک زنجانی و اینا هم پیدا میشه این وسطا ها یومینی هاپولی میکنن حالا راهبرد دولت حسن روحانی همونطور که گفتم مذاکره و امضای برجام بود اما دولت سید ابراهیم رئیسی از دو روش بعدی استفاده میکنه اگه بخوایم هزینه فروش نفت در رویکرد دولت 13 هم رو مورد بررسی قرار بدیم باید به تخفیف هر بشک نفت ایران تو دو سال گذشته مراجعه کنیم که البته میزان اون در دو راهبرد بی اثر کردن تحریم و دور زدن تحریم متفاوته یعنی چی یعنی دولت رئیسی دو تا روش رو در پیش گرفته برای فروش نفت اما میزان تخفیف و قیمتی که داره پول میگیره بابتش این دو تا روش متفاوتن که حالا در ادامه باز توضیح میدم صادرات نفت مبتنی بر بازارسازی نفت تو پالایشگاه فراسرزمینی دو تا ویژگی مثبت داره که در تجارت با ونزوئلا خودش رو نشون داد اینکه اولا نفت ایران تو این روش بدون تخفیف صادر میشه یعنی قیمت نفت هر چی هست صادر میشه به ونزوئلا اونجا فراوری میشه ارزش افزوده پیدا میکنه و دوباره برمیگرده میدن به خودمون این برخلاف اون چیزیه که ما به چین نفت میفروشیم تخفیفایی هم که به چین میدیم بین 5 تا 15 دلاره نه 40 دلار و 42 45 یعنی تقریبا بین 5 تا 12 دلار در هر بشکه حالا وقتی نفت ایران میرسه به پالاشگاه ونزوئلا به فراورده تبدیل میشه ایران ما به ازای نفت صادراتی که داده به اونها فراورده ازشون میگیره یعنی یه نوع تهاتر میکنیم نفت میدیم اون فراورده تبدیل رو ازش تحویل میگیریم تازه خوبه بدونید که یه تخفیفی هم میگیریم ازشون یعنی نه تنها تخفیف نمیدیم بلکه تخفیفم داریم میگیریم البته توی راه برد دور زدن تحریم یعنی روشی که با چین داریم کار میکنیم ایران ناچاره تخفیف بده خریدار داره ریسک میکنه بالاخره تحریم هست داستان براش درست میشه همه اینا هست دیگه بنابراین تو مجبوری قیمت نفتت رو بیاری پایین البته این تو شرایط مختلف بستگی به قیمت های جهانی نفت متفاوته که حالا روی تصویرم دارید میبینید که تقریبا میشه گفت 5 تا 12 دلار در هر بشکه یعنی به 15 دلار هم نمیرسه در مجموع به نظر میرسه که هر بشکه نفت ایران تو سناریوی دور زدن تحریم تو دو سال گذشته بین 5 تا 12 دلار متغیر بوده که با وجود نوسان قیمت نفت ایران بین 80 تا 100 دلار به معنای تخفیف 5 تا 15 درصدی همونطور که گفتم به 40 42 45 درصد نمیشه این یعنی دروغی که اینا دارن سر هم میکنن تو سناریوی بی اثر کردن تحریم هم ایران نه تنها تخفیف نمیده بلکه تخفیف میگیره که البته ارقام این مشخص نیست و بهتون خواهم گفت که یکی از دلایل مطرح کردن چنین شبهات و دروغهایی توسط رویترز و امثال هم اتفاقا برای همینه که دقیق سر در بیارن ما داریم چی کار میکنیم چه میزان مثلا تولیدمونه چه میزان فروشمونه به کی فروختیم چه فروختیم این داستان ها که دیگه قدیمی شده هزینه راهبرد ابتدایی یعنی همون روش حسن روحانی و اینها دو تا هزینه است یک هزینه بلوکه شدن پول نفت همون اتفاقی که توی کره افتاد همون اتفاقی که توی عراق افتاد همون اتفاقی که توی ژاپن افتاد ما محصول دادیم پولمون رو نمیدادن و هزینه دومش کاهش ارزش پول بود ما 7 میلیارد دلار از کره جنوبی طلب داشتیم اما وقتی گرفتیم چقدر گرفتیم 6 میلیارد دلار چرا چون اون زمان طبق اون توافقی که شده بود و در دوره ترامپ بود ارز تبدیل نمیتونست بشه یعنی با همون ارزی که بسته بودیم باید همونو میگرفتیم خب چی شد ما ضرر کردیم اینجا بنابراین این دروغ دونگایی که دارن توی رسانه های اجتماعی توی شبکه هاشون توی کانال هاشون منتشر میکنن دو تا هدف داره یک اولا که خب یه دی صداشون از تهران در بیاد از ایران مسئولین دولتی کسایی که هستن بیا میگن نه خیر اینجوری نیست شما دارید دروغ میگید اینجوریه یعنی اون آماردهی اتفاق بیفته هرچند این خب به ذهن بچه هم میرسه که نه این کارو بکنن بنابراین اولین هدفشون میتونه حرف کشیدن از مسئولین ایرانی باشه که به آمار و اطلاعات میزان فروش نفت ما دسترسی پیدا بکنن که این رو هرگز نخواندید و این خوابشون تعبیر نمیشه دومی ایجاد نگرانی التهاب و نارضایتی در مردمه میگه آقا نفت ملیه دارید چینیا بخورن ببین چقدر اینا خبیسن بعد تو دوره هم اینا مطرح میشه که تو یه دستاوردی داری یا پیرامون تو داری اتفاقایی میفته یا حداقل پیرامون خودش داری اتفاقایی میفته یه گندی بالا ورده یه بالا آورده مثل این جریان طوفان الاقصا میخواد یه جورایی اون رو بالاخره زیر سیبیلی رد کنه کسی نگه آقا مثلا این خیلی زایه بوده اینجوری شد این داستان یا تو به موفقیت چشمی رسیدی مثلا یه موشکی چیزی یا مثلا یه ماهواره پرتاب کردی به فضا میخواد اینو مطرح کنه اونو کم رنگ کنه به هاشیه ببره فری به اینا رو نخورید مسلمان تیوی اینجاست پوزه همه رو به خاک میبره یا علی التماس دعا خدا نگهتارتون